من فرانسه درس خوندم. البته سر در میارم از این خط یأجوج و مأجوج انگلیسی، به شرط اینکه. عجب، ببین به نظر نمیاد حرف مهمی باشه. نوشته از زمان صفویه تا به حال بزرگترین توبیخی که بزرگترین مجازاتی که ممکن بود بر سر یک ایل یا قوم بیاورند این بوده که او رو کوچ ممنوع کنند. ظاهراً موضوع مهمه. خیلی بازم هست. بله، جمله آخرش مثل رمز میمونه، معنی کلمات معلومه ولی سر در نمیارم از منظورش. نوشته بزرگترین فیلی که میتوانید به او پاداش بدهید همین است. فیل؟ بله. آقایان، ممکنه من شایسته غضب شما باشم و شما به جای تنبیه یک فیل به من پاداش بدین؟ فیل؟ تشویق یا تنبیه؟ یادداشت نوشتم تشویقت کنم. چی شد آقا بهادر؟ بهتری؟ اینو بخوری حال جا میاد. یکم بشین استراحت کن بعد برو. نفر بعدی رو بفرست. بهادر، باید حرف بزنی، حتی شده به ضرب شربت بهار نارنج. یادته وقتی اون قالی فروختی به نوئل؟ فکر کن چی میشد اگر فاش نمی کردی برای مونست. من هم مثل تو به پازن فکر میکنم، به ایل، به ایران. وقتی سرافرازیم که همه قوی باشیم، ایل باید قوی باشه، پازن هم باید قوی باشه. ایل پشتش گرمه همیشه به قوت طایفش. اونقدر تیر میندازیم که صداش به آسمون هفتم برسه. سر و صدایی به پا میکنیم که آسمون قرش هم به گردش نرسه. این همه شر شوری که میگی همون اندازه پر خطره، پر آفته. چه
چه داره طایفه دور بریزه هرچه نکبت و بدبختی داشته؟ چرا نباید شادی و نشاط برگردی به طایفه؟ حالا که زمین و زمان با ما موافقه، تو شدی باد مخالف این کشتی شکسته؟ نه نه، مخالف نیستم. چه ای میداره که همه ی آدم ها شاد و خوشحال باشن؟ چه میکنی بهادر؟ میبینن مردم. همیشه شبون یه دفعه رمزون. بهادر؟ معلومه که شکفه داری تو. زبان باز کن بگو. از کی؟ از چی؟ تاوان داره کتایون. مشروطه تاوان داره. معلومه که داره. باید با تمام قدرت بایستیم. بیستیم پای مشروطه. فکر کردی به چه قیمت؟ مطمئن باش قیمتش سنگین تر نیست از کشتن واتسون. خودت میبری، خودت هم میدوزی. پوتینگر، عمر نوح کنه؟ ندیدی چه گستاخی میکنه بی حیا؟ اینجا تو زمین و سرزمین ما؟ گفتم که با من. اگه این جنونه، بهادر دیوونه تره. گذین میکنم خودم. یا رب کعبه، حفظ کن جوونه پازن.
سیفور. سیفور احتیاج به انتخاب نداره. چرا؟ چون خونت رنگین تر از بقیه نیست. ممنون بابا. سزاوارتر از همه برای این کار علی یار و بس. و اما علی یار، از همه شما که عزیزید مثل سیفور برام، رخصت میخوام علی یار رو بگذاریم کنار. حق نیست که هم پسند دوبار بیوه کنی. معلومه هنوز نشناختی دخترت. شرط کرد برام که یا بر نگردم یا رو سفید برگردم. نفر سوم من هستم. میسپارمتون به خدا. اینجا تنگه ای غریب مرگ. از کجا نزدیک میشی؟ اینجا گذر لوک. نه، فقط از اینجا تله گشت تا دیدی بزن، بعدم فرار کن. حواست جمع کن. حرف آخر فقط پوتینگر. هندیا گناهی نکردن. چشم. سوال بریم. پشت همین صخره. الهی به امید تو. بریم.
برید کنار. زنده میخوامش. سه نفر بودن. این تیر زد به مستر پوتینگر. نقابشو بیار پایین. شیراز بیمارستان مرسلی به زبون میاد اونجا حرفای ناگفته. زنده بود هنوز علیار وقتی می بردنش. هیچ کاری نتونستیم بکنیم ما. اون وقت اون پوتینگر علیار اون پوتینگر خب حالا چرا به هم گوریدی اینطور؟ جواب بزند. وقتی شوهر برگشته از این دختر پاکنش گت ستیز آویزه. نمیبینی؟ یکی میزنی یکی میخوری. باید به فکر بهادر باشیم. حالا ماموری هنوز تو میری شیراز همین حالا پیش آغازیا. میدونم کجاست.
هر چه دیدی به او بگو، فقط به خودش بگو بهادر گروگانه، بعیده برگرده. چشم. برو چابک مثل باد سرسر، برو. بعد از فرار ما نعش پوتینگر رو با علیار میبرن کمپ. نوئل خودش علیار رو برده بیمارستان مرسلین. آبهادارم گروگان هندی هست توی کمپ. مادرم گفت خبر بدم به شما. مرحبا مرحبا. خاک بر سر ما که فکر میکردیم بهادر خودش رو فروخته. اگه یه مرد تو دنیا باشه اونم بهادره. فخر داره این پدر. بنازم اینا رو که جای دیگه نگفتی. بچه نیستم من. مما به احتیاط. پدر جان غذا میخوری سر دلت سنگینی میکنه؟ بله بله آقای دکتر. ترش هم میکنی؟ بله بله آقای دکتر. چه نمیزنی خودشون جواب بدن؟ ببخش آقای دکتر، گوششون سنگینه. سلام آقای دکتر. آقای دکتر خیلی سرم درد میکنه. مگه نمیبینید مریض دارم؟ خواهش میکنم آقا بفرمید. بفرمید بیرون به موقع صداتون میکنم. بفرمید. این شربت رو قبل از غذا یه قشق چای خوری بهشون بدیم بخورن. این نسخه هم براشون تهیه کنید. چشم دارید. خیلی ممنونم. سلام. دکتر بودم. سردرد. دارو درست کنم. کس نیاد چون بالاخره گذر پوست به دباخونه افتاد. معلوم شد روزی هم میرسه که مرد محتاج بشه به نامرد. خوبی نامرد اینه که رجز نمیخونه. خیلی نامردی زیاد. گره افتاده به کارمون که فقط به دست تو باز میشه. ببین زیا، ترسوی بی‌مصرف هم بالاخره یک روزی مصرف پیدا میکنه. ولی شجاع نمیشه. یه خبر خوش دارم برای یه خبر ناخوش. خوش هم امروز خوشحالم کن. بهادر بهادر؟ نفله کردن انگلیسی ها کار بهادر بوده. بهادر؟
مطمئنی؟ فهادور یکی از تفنگچی‌هاش تیر خورده این بار. علی‌یار خب نوئل بردتش بیمارستان مرسلین. بیمارستان مرسلین؟ ای حتما میخواد حرف بکشه از او. اگه مغور بیاد بهادر زمینگیر میشه. بیا بود تو زندگی یه بار مرد باش. یه بار؟ پس بذار برای رجز بخونم زیا. اصلا میخوام از خودم تعریف کنم، میخوام بگم تا به حال کارهایی کردم که جرأت هیچ مردی نبوده. درست قبول، ولی امروز تو رفیق روزای برفی منی. رعد و برق بزن. تا مریض دارم اونجا، باید برم یه سر گوشی آب بدم به این بهانه. الهی زیا فدای سر و گوشت. نه به اون قهر و قصد، نه به این ماچ و بوست. حالت خوش نیست ها؟ ببین زیا چقدر بی کس و کار و بدبخ شده که باید قربون صدقه تو بره. محمد علیار دکتر توی بکش دکتر بکش. چیزی گفتی؟ نباید حرف بزنم. زبونو باز کردی یا نه؟ نباید چیزی بگم دکتر. بکش که حرف نزنم. بکش دکتر. شما اینجا چه میکنید؟ پس بیماره من کجا؟ ببخشید بیماره شما به بخش پنج منتقل شدم. بفرمایید بیرون لطفا. Thank you.
کسی امروز نیومد بهش سر بزنه؟ نه کسی نیومده. هیچ ملاقاتی نداشته؟ خیر. مطمئنی؟ بله مطمئن. نه در باز کن. دکتر مزیت متاسفانه تبش خیلی بالا رفته. خب با این تزریقی که انجام دادم احتمالاً تبش میاد پایین. احتمالاً؟ علم پزشکی علم احتمالات آقا. ولی شما به من قول داده بودید که هوش و حواسش رو به جا میارید تا من بتونم باش صحبت کنم. عرض کردم خدمتتون. بیرون. شما مثل اینکه متوجه نیستین. بیرون. بگو کیا بودن اون دو نفر؟ تکون خوردی؟ خوب گوشاتو باز کن، میخوام برام حرف بزنی خائن. بگو اون دو نفر کیا بودن؟ میشنوم. کی به تو دستور میده؟ کی به تو دستور میده؟ میشنوم. حرف بزن. میدونی که اگه حرف نزنی زنده نمیذارمت. مطمئن باش که اینجا هیچی به دادت نمیرسه جز نوه. ضعیفتر از اونیم هستی که بخوای غلطی بکنی و تکون به خودت بگی. فقط همکاری با نوه نه که برای فایده داره. بوش تو من چی دارم بهت میگم؟ یا با من حرف میزنی یا میگویم که Oh.
اینقدر میکشی که کوتاه بیا. دوراب به پسرش گفته چیزی بهت میگم، هیچ کس نباید بفهمه. خداوندگار دوراب، تویی حضرت اشرف. مستر مکنیل، قهرمان جنگ های بریتانیا در برابر یاغی ها.